مردی که وقتی از خواب بیدار میشه میفهمه همه دنیا رو زامبیا گرفتن و هیچ راهی برای فرار نداره. گلاسیا سلام. امروز یکی از فیلم‌های خوب کشور فرانسه در سبک ترسناک آوردم به اسم The Night Eats the World یا تاریکی دنیا را میبلد. هموطنمون گلشیفت فرانی هم توی این فیلم بازی کرده و خیلی هم خوب نقش خودش رو ایفا میکنه. لازمه بگم این فیلم تماماً استعاره است، یعنی کلا میخواد در مورد تنهایی انسان‌ها و یه جاهایش هم در مورد مشکلاتی که بعد از تمام شدن این رابطه به وجود میاد صحبت بکنه. آخر فیلم همه اینا رو تحلیل میکنیم، پس حتما تا آخرش با همون باشید. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی سمو میبینیم که به یه مهمونی وارد میشه. اینجا خونه دوست دختر قبلیش یا همون اکسش و به قصد پس گرفتن لوازمش از جمله یه سری لوازم موسیقی اومده. اما دوست دخترش هم میپیچونه و میگه یکم بمون تا برات بیارمشون. سم کلافه میشه و به اتاق خواب میره تا خودش پیداشون کنه. یه رفعه دماغش خون میاد و همین که تکیه میره تا استراحت کنه از خستگی خوابش میبره. چند لحظه بعد صدای جیغ و دادی از بیرون میاد، اما این پسر نمیشنوه و روز بعد از خواب بیدار میشه. جعبه نوارهاشو برمیداره و همین که از اتاق میره بیرون وحشت سر تا پاشو میگیره. تمام خونه به هم ریخته و کل خونه هم روی در و دیوار ریخته. به دم پنجره میرسه و بیرون آپارتمان آدمهایی رو میبینه که تبدیل به زامبی شدن و مثل وحشی‌ها به اطراف حمله میکنن، با این تفاوت که این زامبی‌ها هیچ سر و صدایی ندارن و توی سکوت کامل کارشون رو انجام میدن. وارد آپارتمان کناری میشه و دوست دختر سابقش اونجاست، اما اونم به زامبی تبدیل شده. سم سری در قفل میکنه و با آپارتمان دیگه ای میره. از پنجره خانواده‌ای رو میبینه که سوار ماشین میشن تا فرار کنن، اما زامبی‌ها میافتن رو ماشین و همونجا کارشون رو تموم میکنن. حالا سم فهمیده اوضاع خوب نیست و همه لباسایی که از مهمونهای پارتی مونده رو میگرده. تلفن‌هاشون رو برمی‌داره و با آخرین تماس‌های ضبط شده گوش میده. همه یا به یکی زنگ زدن یا خانواده‌شون بهشون تماس گرفته که یه بحران توی شهر اتفاق افتاده و همه آدما دارن تبدیل میشن، پس زود فرار کنید. سم دم در میاد و وقتی مطمئن میشه کسی توی راهروی آپارتمان نیست، خودش رو به پشت بوم میرسونه. دنبال یه راه برای فراره، اما اطراف پر از زامبی و راهی برای فرار نیست. این میشه شروع برنامه ریزیش برای دفاع از خودش و زنده موندن. اول به آپارتمان برمیگرده و همه خونهایی که روی در و دیوار هست رو پاک میکنه تا یه موقع خودش مبتلا نشه. در همین حاله که صدای از طبقه پایین میشنوه. یه دفعه گلوله شلیک میشه و یه گلوله دیگه هم میخوره که زمین سوراخ میشه. همسایه طبقه پایینی با اسلحه ای کار خودش رو تموم کرده. سم که کنجکاو شده از همون سوراخ به طبقه پایین میره و میفهمه همسر این مرد تبدیل شده و اونم بعد اینکه همسر خودش رو از بین برده به خودش شلیک کرده. سم یکم ناراحته، ولی بعدش هرچی غذا و خوراکی تو خونه هست برمیداره و به همراه اسلحه این مرد به واحد خودش برمیگرده. تصمیم میگیره آپارتمان های دیگر رو هم چک کنه. تو همه طبقه ها هرچی در بازه رو میبنده. بعدم از پیشخوان سرایدار کلید واحد های دیگر رو هم برمیداره. با برگشت به آپارتمانش چیزهایی که پیدا کرده رو مرتب میکنه و کلیدها رو هم روی دیوار کنار شماره واحدا میذاره. شروع میکنه به پاکسازی این واحدها. دونه دونه با استفاده از کلید واردشون میشه و تو یکیشون خانواده رو میبینه که تبدیل شدن. پدر به سم حمله میکنه، اما اون موفق میشه با هول دادنش از خونه فرار کنه. حالا روی در واحد یه ضرب در میکشه تا یادش بمونه که هیچ وقت وارد اینجا نشه. از بقیه واحدام هر چی غذا و چیز به درد بخور هست برمیداره، از جمله تفنگ پینتبال، MP3 پلیر و یه ست کامل درام. همه ساختمون رو گشت و موقع برگشت به آپارتمان آسانسور یهو درش باز میشه. کف اون یه پیرمرد تبدیل شده افتاده و وقتی سم میبینه قدرتش خیلی کمه و زیادم وحشی نیست، کاریش نداره. فقط در آسانسور رو محکم میبنده که یه موقع بیرون نیاد. ساعتی گذشته و تصمیم میگیره یکم استراحت کنه. آهنگ گوش میده و غذا میخوره. حالا روز بعد رسیده و وقتی میبینه هنوز بیرون پر زامبیه و هیچ کی هم قرار نیست برای کمک بیاد، لیستی از همه خوراکی‌ها تهیه میکنه تا بتونه به حد اکثر زمان ممکن ازشون استفاده کنه. تقویمی هم روی دیوار میکشه تا شمار روزها رو از دست نده. ساعتی دیگه میگذره و فشار تنهایی داره سمو خیلی به هم میریزه. برای همینم یکم درام میزنه تا آروم شه. بعدم میفهمه این صدای زیاد زامبی‌ها رو به دم ساختمون کشونده، اما راهی نداشتن که بیان داخل. چند روز تکراری و خسته کننده دیگه هم میگذرن. سم حوصله‌اش که سر میره با تفنگ پینتبال به زامبی‌ها شلیک میکنه و رو عکس‌هایی که ازشون گرفتم خط میکشه. این شده تفریحش. اون جایی که یه موسیقی دانم هستش، بعضی وقتا صداهای جدیدی از لوازم اطراف میسازه و اونا رو ضبط میکنه. یه روز که مشغول همین کاراست، بوی عجیب مشامش میرسه که از سوراخ روی زمین میاد. میفهمه بدن همسایه پایینی داره میپوسه و برای همینم با پوشوندن بینیش به اونجا میره.
اول میخواد بن زدشون بیرون اما دلش نمیاد و بعد اینکه هر کدومو توی کیسه میپیچه زن و شوهر رو روی تخت کنار هم میذاره. عکسای قدیمی و لوازمشون هم دورشون میندازه و از واحد خارج میشه. بعدم درزها رو میپوشونه که بویی بیرون نیاد. در آخر هم توی واحد خودش میره، دوش میگیره و چند دقیقه بعد میفهمه که یه آب قطع شده و یه مشکل جدید پیش اومده. موقع خواب رسیده و همه جا تاریکه. یه دفعه صدای زامبی ها میاد و چند تاشون وارد خونه میشن. اما اینا همش کابوسه و سم با وحشت از خواب میپره. یه روز عادی دیگه هم میرسه و این بار که مثل همیشه توی آپارتمان داره ورزش میکنه و میدوه، جلوی پیرمرد توی آسانسور وامیسته. میره طرفش و با ترس باش دست میده. با اینکه پیرمرد تبدیل شده اما کاری نداره. اونم اسمشو میذاره آلفرد و صحبت کردن با آلفرد میشه یکی از برنامه‌های هر روزش. عصر شده و بارون میگیره. سم با استفاده از موقعیت هرچی قابلمه و ظرف داره رو روی سقف میشینه تا یه خورده آب جمع کنه. دیگه آب خونه قطعه. بعدم میره پیش آلفرد و دوباره با هم صحبت میکنن. بهش میگه سخت‌ترین قسمت این قضیه ندونستن حال خانواده‌مه. نمیدونم کجان، چی شدن و چی کار میکنن. روز بعدی دوباره با پینتبال داره بازی میکنه و نگاهش به گربه‌ای توی خیابون میفته. تنهایی دیگه زیادی بهش فشار آورده و برای همین هم تونه ماهی میبره دم در تا یه جوری گربه رو سمت خودش بکشونه. موفق هم میشه اما یه دفعه صدایی از بیرون میاد و گربه که ترسیده ازش فاصله میگیره. حالا سم اسلحه‌اش لای در میذاره تا بسته نشه و دنبال گربه راه میفته. خیلی سعی میکنه آروم باشه اما بالاخره یه زامبی میبینتش و اونم سری داخل یه ماشین میره و درو میبنده. زامبی از پنجره میخواد بیاد داخل و یکی دیگه هم از روی کابوت ماشین میاد بالا. سم موفق میشه از در صندلی عقب پیاده شه و با سرعت به داخل آپارتمان برگرده. یه نفس راحت میکشه و وقتی دم پنجره همون گربه رو میبینه که کنار زامبی های وحشی به آرومی نشسته و هیچ کاریش هم ندارن، عصبانی میشه. میگه به خاطر تو نزدیک بود به فنا برم. بعدم با تفنگ بهش شلیک میکنه. یکم آرومتر شده و تازه متوجه رد خونی روی زمین میشه. خونی که از تن خودش ریخته و پاش مجروح شده. اما مشخص نیست توی فرار این اتفاق افتاده یا رد گاز زامبی هاست. سری زخم میبنده و بیشتر از همیشه ترسیده. جلوی آینه این میشینه. اسلحه‌اش رو یه جور تنظیم میکنه که اگه تبدیل شد و حرکت کرد اسلحه‌اش شلیک بشه. خسته است و همونطوری که با استرس به خودش زل زده خوابش میبره. یهو اسلحه ازش گلوله بیرون میاد. چند ساعت گذشته و سم از خواب میپره. از شانس خوبش سلاح به طرف دیوار افتاده و به خودش تیری نزده. میفهمه رد زخمش به خاطر گاز نبود و با خوشحالی بالا پایین میپره. روز بعد رسید و وقتی داره به گیاها آب میده صدای بلندی به گوشش میخوره. حسابی ترسیده و چند تا فوش هم میده. برام پنجره به ساختمان روبرویی جایی که صدا اومده زل میزنه و متوجه حرکت یه آدم توی یکی از طبقه ها میشه. با کنجکاوی از پشت بوم ساختمان روبرویی رو بررسی میکنه اما دیگه کسی اونجا نمیبینه. چندین هفته است که سم تنهاست و خیلی دوست داشت که یه نفر تو اون ساختمان باشه. به هر حال به واحدش برمیگره و آتیش درست میکنه تا خودش رو گرم کنه. بازم صدایی از بیرون میاد و نگرانیش بیشتره ولی همچنان کسی رو نمیبینه. با نگاهی به خوراکیاش میفهمه چیزی نمونده که تموم شن و این بار به قصد پیدا کردن غذا میره بیرون. سکانس بعد میبینیم سم هنوز جلوی پنجره است. فقط تو خیال خودش خونه بیرون رفته و تو واقعیت جرأت این کارو نداره. بیشتر همیشه ذهن این مرد به هم ریخته و بر نوشیدن کلی الکل داد و بیداد راه میندازه. میره سراغ آلفرد و بهش میگه چند روزه هیچ زامبی نزدیک خونه نیست. انگار همه ناپدید شدن و من تنها ترین آدم دنیام. فقط من و تو موندیم. آلفرد که صدای بلند شنیده هی میخواد آسانسور بیا بیرون حمله کنه اما در قفله و سم که عصبانی تره با فوش دادن به واحدش برمیگرده. حالا درامش رو میبره دم پنجره و شروع میکنه به کوبیدنش. با صدای بلند فریاد میکشه و دوباره زامبی ها از فاصله خیلی دوری برمیگردن. سم با خوشحالی میخنده و پنجره رو میبنده. بعدم میاد پیش آلفرد و بابت داد کشیدناش و حرفایی که زده معذرت میخواد. روز بعد میرسه. آخرین تیکه های غذا دارن تموم میشن و سم در حال گوش دادن به آهنگایی که خودش ضبط کرده بوده. تو یکیشون صدای خانواده‌اش میاد و دوباره به هم میریزه. با خستگی میخوابه و عصر با صدایی از پشت در بیدار میشه. صدا ممتده و سم که ترسیده با اسلحه شلیک میکنه. وقتی اونور نگاه میکنه این دختر عادی اونجاست که تبدیلن نشده بوده اما به خاطر گلوله روی زمین و حالش خوب نیست. سم اونو میاره داخل و بعد بستن زخمش بهش رسیدگی میکنه. کیف این دخترم نگاه میکنه که یه سری تناب و قلاب بهش وصله. این شب هم میگذره و صبح بعدی دختر حالش بهتره و سم خیالش راحت میشه. براش یکم غذا میاره و میفهمه اسمش ساراه. میگه چطوری تو الان زنده موندی و سارا توضیح میده که چطوری با استفاده از تناب از ساختمون‌ها به ساختمون‌های دیگه میپریده و غذا جمع می‌کرده. این جابجایی مداوم باعث شده زنده بمونه. چند تا بازمونده هم توی راهش دیده اما اکثرشون در نهایت دیوونه یا تبدیل به زامبی شدن.
این هم میگه که زامبیا نمیتونن از ارتفاع به بالا بیان یا پایین بپرن. سم میگه اینجا امنه و میتونی پیشم بمونی. اما سارا مخالفه. تون صدای شلیک دیشب زامبیها رو به اینجا کشونده و قطعاً یه روز درو میشکنن و میان داخل. برام دوتایی توی آپارتمان کم قدم میزنن تا جاهای مختلفو ببینن و دیدن آلفرد باعث وحشت سارا میشه. اما سم توضیح میده کاری نداره و بی خطره. وقتی هم توی آپارتمان میخواد موسیقی تمرین کنه، سارا میاد کنارش و از دیدن همکاری اون خیلی خوشحال میشه. نزدیک عصر پیش آلفرد میره و سیگار میکشه. در همین حال هم به آلفرد میگه سارا دختر خوبی و مطمئن قرار نیست بهم آسیب بزنه. اما هنوز یه سری مشکل وجود دارن. وقتی میبینه غذا خیلی کمه و حتی چند روزم کفاف نمیده، برای هر دوشون جیره بندی میکندش. به ناچار وارد واحدی که توش یه خانواده بودن میشه و بعد پاکسازی زامبیها هرچی خوراکی مونده رو هم از اونجا برمیداره. به واحدش برمیگرده و حالا خبری از سارا نیست. متوجه صدایی از پشت بوم میشه و اونو اونجا میبینه. سارا میگه باید اینجا برم و نمیتونم بمونم. راهش هم پریدن به ساختمون روبرویه. سم میگه خیلی خطرناکه و فاصله زیاده، اما سارا توضیح میده یه جا موندن و تنهایی منو دیوونه میکنه. باید اون بیرون باشم و نفس تازه بکشم. تو هم همینطور. بعدم با عصبانیت به آپارتمان برمیگرده. چند دقیقه بعد سم میره دنبالش. وقتی به در میکوبه سارا جوابی نمیده. یکم بیشتر به قضیه فکر میکنه و یه حقیقت مهمی به ذهنش میاد. اینکه اصلا سارا بعد از شلیک گلوله زنده نمونده. همه این صحنه ها ساخته ذهن خودش بودن تا از تنهاییش فرار کنه. وارد اتاق میشه و بدن پوسیده این دختر به هم میریزتش. با گذاشتن پارچه و شمعی روی اون باهاش خدافظی میکنه. یه بار دیگه میره سراغ کیفش و یه دوربین میبینه. توی دوربین کلی عکس از خانواده این دخترن. لحظاتی که خیلی خوشحال بودن و هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده بودن. آخرین عکس از ساختمان روبرویه. میفهمه آدمی که توی آپارتمان روبرویی بوده همین دختره و به اینجا اومده تا پناه بگیره. این حقیقت که جرقه بزرگ تو ذهن سم میزنه. تنها موندن تو خونه روانیش کرده و شاید اگه اینقدر ذهنش داغون نبود اصلا به این دختر شلیکی نمیکرد. برای همینم هرچی نوار موسیقی مونده رو همراه لوازم تفریحیش به آتیش میکشه. سم گذشته خودش رو بالاخره کنار میذاره و با برداشتن تناپهای سارا میره پشت بوم تا از این خونه فرار کنه. اما لحظه آخر یاد آلفرد میفته و میاد تا اون آزاد کنه. زامبی که برخلاف بقیه وحشی نیست و به راحتی به آپارتمان میده که سم در روش میبنده. اما همین لحظه آتیش لوازم باعث میشن آژیر خطر فعال شه و زامبی های خیلی زیادی با وحشیگری به در هجوم میارن. میشکننش و با سرعت میدوئن طبقه بالا. سم سعی میکنه به چند تا شلیک کنه، اما اونا سرعتشون بیشتره و به داخل آسانسوری که قبلا آلفرد توش بود فرار میکنه. درو محکم میبنده و از دیوار به سمت بالا میره. طبقه بعدی میاد بیرون و یه زامبی میبیندش. مجبور میشه داخل یکی از واحدا بره. وقتی پرده رو میندازه رو کله زامبی، مثل احمقا سردرگم میشه. پاش به وسیله میخوره که دوباره زامبی میاد سمتش و این بار با انداختن یه مبل روی اون جلو حرکتش رو میگیره. میفهمه اینجا آپارتمان همون زوج طبقه پایینه. برای همینم از سوراخ روی سقف به واحد خودش برمیگرده. کلی دود اینجاست و موفق میشه به آرومی از لای اون حرکت کنه و زامبیان نبیننش. طولی نمیکشه تا خودش رو به پشت بوم میرسونه. اما یه دونه زامبی هم دنبالشه. اونم تنها با پرت میکنه و از ترس جونش با آپارتمان جلوی میره. البته که چون بلد نیست به دیوار برخورد میکنه و همونطوری که آویزونه از حال میره. بعد مدتی چشماشو باز میکنه. خودشو از دیوار بالا میکشه و میره به پشت بوم. برای نفس راحت منظره شهر میخوبش میکنه. صدای آدمهایی از دور دست میاد. یه سریاش نگاری دارن آژیر خطر میزنن و میفهمه کلی بازمونده توی شهرن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا حتما ویدیو رو لایک بکنید. لایک شما آینده کاری کانال منو تضمین میکنه. برای تحلیل فیلم باید از اول فیلم شروع کنیم. سم رفت خونه دوست دختر سابقش. اکسش میومد باهاش حرف میزد، هی میگفت به زور برو بقیه صحبت کن، یکم تو جمع باش. رفتار بدی نداشت که بگیم مثلا رابطهشون بد تموم شده. مشخص دختر خیلی خوبی هم بوده. هی ازش میخواست که بیشتر تو جمع باشه، با بقیه صحبت کنه، یکم با هم حرف بزنن، بعد لوازمش رو ببره. اما فهمیدیم که سم یه شخصیت خیلی تنهاست، یه شخصیت درونگراه. توی جمع که بود مثل همون زامبیایی که توی فیلم میدیدیم رفتار میکرد. خیلی ساکت بود، به هیچ کسی کاری نداشت و انگاری از همه جدا شده بود، انگاری به عنوان یه زامبی بین یه عالم آدم بود. و وقتی که رفت خوابید دیگه داستان شروع شدش. حالا بقیه فیلم یه حالت استعاری داره از حالت زندگی این طرف. اول از همه میایم از زمینه شکست عشقی و بحران تموم شدن یه رابطه بررسی میکنیمش، بعد میریم سراغ جریان دومش. تو جریان اول فیلمو اینطوری میتونیم نگاه بکنیم که این خونه، این جایی که قبلا با ایکس زندگی میکردن، پر از خاطراتشه. انگاری کل رابطهشون تو این قسمت بوده، به خاطر اینکه یه آدم درونگرا و زیاد بیرون نمیرفته و کل زندگیش انگار تو همین خونه کلا میچرخیده. برای همین
میبینم سم تو این خونه گیر میفته. زامبی هایی که میبینه همه آدمایی هستن که انگاری نمیتونه دیگه باشون ارتباط بگیره، غیر از آلفرد که توی آسانسور گیری کرده و آلفرد انگاری یه بخشی از خودشه که اونجا هنوز گیر افتاده و بخشی که انگاری فراموشش کرده، چون تمام زندگیش داده خاطراتی که با این دختر داشته. هر چی که میگذره مشکلات بیشتری پیش میاد، زندگی سخت‌تر میشه به خاطر اینکه انگاری گیر کرده و نمیتونه از این رابطه بگذره. و در نهایت وقتی که سارا میاد توی زندگیش، بدون اینکه اصلا بفهمه کی هست و چی هست، فقط بهش شلیک میکنه و بهش آسیب میرسونه. همون اتفاقی که ممکنه برای خیلیا بیفته، از یه رابطه جدی بیرون میان و در نهایت وقتی که تموم میشه و یه دختر خوب میاد توی زندگیشون، یه پسر خوب میاد، به خاطر اینکه هنوز تو اون رابطه قبل گیر کردن طرفو خیلی بد نابودش میکنن، بدون اینکه اصلا بفهمه کی هست، چی هست، چی میخواد. همون کاری که سم با سارا انجام داد. و در نهایت میرسه به اون مرحله ای که تصمیم میگیره بگذره، تصمیم میگیره خاطرات و زندگیشو فراموش کنه و آتیش بزنه. اون لحظه است که آلفرد آزاد میشه، کسی که انگاری فراموشش کرده بود و خودش بوده. و حالا به این مرحله که میرسه اوج داستان بود، جایی که همه زامبیا حمله کردن، انگاری تازه داره وارد یه دنیای خیلی بد و ترسناک میشه و توی اون آسانسور گیر میفته. اون آسانسور همون محوطه تنهایی خودش بود، اونجا گیر کرده، نقطه هیجان، اوج فیلمه و به هر حال با هر سختی هست ازش فرار میکنه، میره روی پشت بوم و اون لحظه که میپره دیگه همه چیز تموم میشه. حالا سکانس آخر فیلم اینو نشون میده که طرف الان توی دنیای جدیده، دنیایی که تصمیم گرفته به آدمهای دیگه اعتماد بکنه، صداهاشون داره میشنوه، شاید یه سری زنده باشن، شاید یه سری زامبی شده باشن، اصلا هیچ چیز مشخص نیست، یه آینده خیلی مبهم جلوشه و اینجا باید تصمیم بگیری که واقعا میخواد توی این دنیا بمونه یا نه، میخواد همه چیز رو تموم بکنه. این داستان استعاره از این قضیه میتونه نگاه بکنیدش. اگه بخوایم قضیه دوم نگاه بکنیمش، این فیلم دارد از تنهایی و کلن یه چارچوب زندگی یه نفر صحبت میکنه که نمیتونه با دیگران ارتباط بگیره. به همون شکل اول باز نگاه میکنیمش، اول فیلم همونطوریه، اما دیگه در مورد رابطه نیست، در مورد اینه که طرف بعد از اینکه این رابطه تموم شده میخواد دوباره به دنیای آدمها برگرده، میخواد وارد دنیایی بشه که بقیه توشن، کارهای مختلف انجام میدن، یه سری خوبن، یه سری بدن، انواع و اقسام آدم ها توش وجود دارن و حالا مهم اینه که چجوری میخواد ازش بگذره، چجوری میخواد وارد این دنیا بشه. اول براش سخته، نمیتونه خیلی چیزا بگذره، نمیتونه از خاطراتش دل بکنه. همونطوری که گفتم ممکنه دوستاش، فامیلاش بخوام بیان بهش کمک بکنن. تو این جریان جدید سارا دیگه یه دختر جدید نیست، نماینده یکی از افرادی هست که میخواد وارد زندگیش بشه، شاید دوستش، شاید خانواده‌اش، میخواد باهاش ارتباط بگیره، اما بازم سم بدون اینکه بفهمه بهش آسیب میرسونه و در نهایت که تصمیم میگیره وارد دنیای بیرون بشه، بازم مشخص نیست که حالا آدم‌هایی که دور و برشن، دوستاش، خانواده‌اش میتونن درکش کنن توی زندگی جدید یا نه، ممکنه که همه چیزو تموم بکنه. خلاصه که خیلی خفن بیاد این استعاره نشون میده. شما فیلم‌های فرانسه رو وقتی می‌بینید بدون شک 99%شون همینطورین و اصلا سطحی به چیزی نگاه نمی‌کنن، ولی خب خیلی هم خوب میان همون قسمت سطحی رو به نمایش می‌ذارن. این فیلم یکی از نقاط قوت زامبیاشن که صحبت نمی‌کنن، سر و صدا در نمیارن، خودشون خیلی آرومن و این دقیقاً یه حالت آنکنی ولی به آدم میده. یعنی شما از تمام زامبی ها انتظار دارید که سر و صدا بشنوی، اما خب توی این فیلم اتفاق نمیفته و همین حالت آنکنی بودن، غیر عادی بودنشون باعث میشه شما بیشتر از همیشه بترسی، خیلی استرس فیلم بالا میبره. دیگه همین، می‌خواستم فقط یه جریان کلی از فیلمو درک بکنید، به خاطر اینکه خیلی خفن میاد سکانساشو به نمایش میذاره، خیلی دیالوگ‌های خوبی میگه. تو فیلم شاید کلاً 50 تا خط دیالوگ رد و بدل میشه، همش توی سکوت داره میگذره، ولی اصلاً شما رو خسته نمی‌کنه و همون 50 تا دیالوگش کاملاً روشون کار شده و هر کدومشون اندازه دو تا کتاب پشتش حرف داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتتون رو بنویسید، دوستتون دارم، من همه کامنتا رو میخونم، اگه جواب نمیدن یه وقتش سرم شلوغه، من سر کار میرم صبح تا عصر نیستم و وقت نمیکنم، ولی همه رو میخونم. لایک، کامنت، سابیالتون نره. روزتونم گلسی.